ایدی مطبوعات با حضور ده ها خبرنگار و نمایندگان دولت در برابر ستایش امسال تنقید هم صدا داد. مسرور عبداللهزاده یکی از مشاوران دستگاه پرزیدنت گفت در روزهای نزاع با قرغیزستان موقع تاجیکستان با زبانهای خارجی کمتر بازتاب یافت. عبداللهزاده در حضور ده ها خبرنگار به ضرورت روزنامه‌نگاران صاحبی و داننده زبان خارجی تاکید کرد. خبرگزاری از اپلوس یکی از کمترین رسانه های محلی تاجیکستان است که نزاع مرزی با قرغیزستان را وسیع انعکاس می کند. در روزهای مناقشه بهمنیار ندیروف و همکارانش چند شب را در دفتری کاری روز کردند. وی می گوید ریشه مشکل در نداشتن معلومات بود. و اگر که ژورنالیست های تاجیک مراجعه می کردند به وزارت های گوناگون، مثلا وزارت تندرستی و وابسته به شماره هلاک شدگان و مجروح شدگان، یا که قشون های سرحدی وابسته به وضعیت مرز، یا که وزارت کارهای داخلی، عموما هر نهادی که مراجعه می کردند یگان معلومات دسترس کرده نمی تونستند. حتی گویم مقامات اجرای محلی که پیشتر پریس سکریتریشون یا که رئیس جماعت یا که یگان نماینده حکومت شهر و ناحیه که پیشتر می توانستن یگان گپ گویند یا که می گفتن که وضعیت خیل است، حتی همونهای هم دیگر نمی خواستن صحبت کنند. در هر مناقشه مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان بحث رساندن اطلاع داغ می شود. برخی ها از شکست تاجیکستان در جنگ اطلاعاتی می گویند و تنقید اخیر گویا اشاره به سبب آن است. قطعی خارجگی قبضن هم گفتم که همین برای چی خیل شد. باید که دیستویتن در زمانی که مناقشه سر شد یکم درجه اطلاعات از این طرف اومد. شما دیر کرده. شما اومان چیفت نمیدید و جهان اوزه اونو طرف قبول کرد. جهان اوزه فکر کرد که انا چاست اینو یکم دادن. گرامتن بیست و چکم پور رای کرد دادن. خبرنگاران تاجیک همانا راه حل را در دسترسی به اطلاع میبینند. مهم این دسترسی به اطلاعات است، یعنی که همون چند یک رسانه ای که با زبان روسی می نویسد، با تاجیکی می نویسد، با انگلیسی، همین دو سه رسانه داریم ملی. وقتی که اطلاع دسترس است، ما شماره کم هم باشد داریم ژورنالیست هایی که می توانند همون اطلاع را رسانند. انتقاد مقامدار دولتی از خبرنگاران در حال صدا می دهد که سالهای اخیر روزنامه‌نگاران از فشارها شکایت دارند. سال گذشته 7 و ماه مرد امسال باز یک خبرنگار بازداشت شدند. وضعی که به باور روزنامه‌نگاران به کار و روح و روان آنها ضربه می زند. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.